بسیار خوشحالم که بعد از یک ماه تلاش شبانه روزی یک تیم به جایی رسیدیم، به نقطه از تاریخ رسیدیم که بتونیم با صدای بلند و به صورت عمومی اعلام کنیم که بنیاد مردم، بنیاد شما آغاز به کار کرد. این بنیاد در درجه اول باید بگم که یک نهاد مردمی کاملا مستقله، مستقل از همه جریان‌های سیاسی، مستقل از همه دولت‌ها، مستقل از همه نهادهای مالی و امنیتی و به خصوص مستقل از همه رسانه‌های جریان اصلی که متعهد به حفظ این استقلال در طول مسیرش و در همه مراحل بعدی. ما عده‌ای از متخصصین خارج از کشور رو در حوزه‌های فناوری اطلاعات، داده، آمار و حوزه‌های دیگه گرد هم آوردیم و حمایت برخی چهره‌ها رو، چهره‌های مردمی رو کسب کردیم که به ما کمک می‌کنن به لحاظ فکری و به ما کمک می‌کنن از نظر صدا دادن به پروژه که بتونیم به افراد بیشتری دسترسی پیدا بکنیم، که همینجا از حضورشون، از دلگرمی‌هایی که به ما دادن و از همراهیشون بسیار متشکرم. هر دو گروه اجرایی و گروه حامیان در طول زمان تعدادشون افزایش پیدا خواهد کرد بسته به مسیری که ما طی می‌کنیم. بنابراین اگر ایده‌ای دارید، اگر کاری از دستتون برمیاد که میتونید کمک کنید به این پروژه به لحاظ فنی و غیر فنی، حتما با ما در تماس باشید از طریق وبسایت. اما موضوع این پروژه چیه؟ مسئله بنیاد مردم چیه؟ مسئله بنیاد مردم استقرار و حفاظت از حکومت مردم بر مردمه، چیزیه که صداش میکنیم دموکراسی. ما میخواییم از بعضی تکنیک ها و ابزارهای دموکراسی مستقیم یا دموکراسی مشورتی استفاده بکنیم و صدای مردم رو در لایه‌های زیرین، در همه طبقات، در بخش سرکوب شده، در هر ناحیه جغرافیایی که دستمون برسه میخواییم به عرصه بکشونیم و میخواییم درک کنیم که انسان‌ها در مورد موضوعات مختلفی که جامعه ما از امروز به بعد باهاش در واقع مواجه هستش چی فکر میکنن. ما میخواییم ایده ها رو لحاظ کنیم، میخواییم از طبقات مالی مختلف، از سنهای مختلف، از جنسیتهای مختلف، از جغرافیاهای مختلف بشنویم. در ایران ما متوجه هستیم که یک انسان ایرانی در محدوده جغرافیایی ایران در همه دهه های گذشته به نحوی به لحاظ سیاسی سرکوب شده. ما متوجه هستیم که ما رو از همدیگه جدا کردن. ما متوجه هستیم که تفکر انتقادی رو در ما کشتن. ما متوجه هستیم که به واسطه همه اینها سواد سیاسی و درگیری سیاسی روزمره شهروندان در ایران بسیار پایینه و باید بهش اقرار کنیم. اما چی کار میتونیم براش بکنیم؟ ما در درجه اول باید تصویری از جامعه بسازیم برای خودمون. ما باید درک کنیم که ورای همه شعارها، برای همه پروپاگانداهایی که در اتفاق میفته از داخل و خارج از کشور، فارغ از همه صداهای بلندی که به گوش ما میرسه، چه چیزی در خیابانهای تهران میگذره، چه چیزی در خیابانهای عراق میگذره، چه چیزی در بلوچستان و اهواز و کردستان داره میگذره. مسئله بنیاد مردم صدا دادن به هم است، تا جای ممکن، تا جایی که دستمون میرسه. ما میخوایم اول به یک تصویر برسیم از اجتماع و اون رو عیناً بازنمایی کنیم برای شما که انسان‌ها دارن به چی فکر میکنن. میخوایم داده‌های دریافتی رو تحلیل بکنیم و به گزارش‌هایی برسیم برای شما و به تحلیل‌هایی برسیم توسط کارگروه‌های تخصصی که تشکیل خواهد شد در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی و روانشناسی و غیره، و میخوایم از بغل اینها نقاط ضعف رو شناسایی کنیم و مورد به مورد تا جایی که دستمون برسه، تا جایی که تیم و ظرفیت‌هاش اجازه بده، بتونیم محتوایی رو فراهم کنیم در نهایت برای شما که بتونه کمک کنه. اما یه کارکرد بزرگ دیگه این بنیاد اینه که میتونیم از بغل داده هایی که از اجتماع میرسه به ما تصویری بسازیم و یک انتظاری بسازیم برای کسانی که میخوان قدرت رو به دست بگیرن. در هر برهه‌ای، در انقلاب، اگر چهره میشن، اگر ائتلافی میخواد تشکیل بشه در داخل یا خارج از کشور، در دوران گذار احتمالی و در بعد از جمهوری اسلامی و در همه مراحل بعدش، ما نیاز به یک سازوکار، به یک سازمان داریم که در هر لحظه صدای مردم باشه در مقابل قدرت مستقر. و بنیاد مردم نیت شکل دادن به این تصویره که قبل از اینکه برای ما تصمیم بگیرید متعهدید به این که بشنوید ما چی فکر میکنیم.
اهمیت ثبت نظر شما در این سامانه در اینه که شما کمک میکنید قدم خودتون رو برمیدارید به نحوی که تعریف شده که کمک کنید به ساختن اون تصویر که ما مردم چه فکر میکنیم. خب تلاش بسیاری شده که به امروز برسیم در این پروژه، اما همه این تلاشی که شده به هیچ وجه تضمین کننده موفقیت ما نیست در آینده، به هیچ وجه تضمین نمی کنه که ما به اون نظارت جامعی که می خواهیم بر قدرت داشته باشیم برسیم. چیزی که ما رو موفق می کنه در این امر، چیزی که کمک می کنه که به ما تصویر و دورنما رو در واقع بسازیم برای خودمون، کمک شماست. تلاش مستمر و مصرانه شماست برای مشارکت در پر کردن این پرسشنامه هایی که در این وبسایت طراحی میشه و سماجت شما در این که اطرافیانتون این پرسشنامه ها رو پر کنن. شما میدونید که خیلی ها دسترسی به اینترنت و کامپیوتر ندارن. شما کسی هستید که کامپیوترتون رو میبرید، اکانت جیمیل افراد رو درست میکنید، ازشون سوال ها رو میپرسید و جواب ها رو برای ما میفرستید. در مورد اکانت صحبت کردم، میخوام یک چیزی رو برای شما مشخص کنم. ما هیچ گونه اطلاعات شخصی شما رو ثبت نمی‌کنیم. اینکه باید لاگین کنید در جیمیل که بتونید نظرتون رو ثبت کنید صرفاً برای مسائل امنیتیه، برای اطمینان از اینکه سایبری‌ها فرصت کمتری پیدا می‌کنن، براشون سخت‌تر خواهد بود که اطلاعات به ما بدن، اطلاعات غلط در واقع اضافه کنن به پایگاه دادهای ما. ما همچنین متعهدیم به امنیت شما، بنابراین یک سیستم مثل گوگل که قبلا این مسائل امنیتی رو در واقع لحاظ کرده به صورت پیشرفته، قطعا از هر سیستمی که الان بخواد از صفر ساخته بشه بهتر عمل میکنه. ولی شما نیاز دارید به یک اکانت گوگل که این اتفاق بیفته. حالا ممکنه ما در طول مسیر راه های دیگه رو پیشنهاد بدیم به شما و سیستم های موازی رو بسازیم، اما در این لحظه برای شروع مجبوریم به حداقل محصول ممکن فکر کنیم که اون یک فرم نظرسنجیه در گوگل. به وبسایت ما سر بزنید، اطلاعات رو دقیق بخونید، متوجه نیت‌های ما بشید، بدونید که دارید چی کار میکنید، با آگاهی وارد عمل بشید. خب به صفحه اینستاگرام ما سر بزنید، صفحه توییتر ما فالو کنید، آدم‌ها رو دعوت کنید، زیر پست‌ها هشتگ بزنید، سعی کنید بنیاد شما بنیاد مردم دیده بشه. ما متعهد میمونیم به اینکه صدای شما بمونیم، از شما میپرسیم که چه سوالاتی میخواید مطرح بشه، چه پرسشنامه‌هایی میخواید تر بشه که اون تصویر و اون دورنما رو برای خودمون بسازیم. نجات پیدا کردن از یک آشفتگی مطلق، از این چیزی که جمهوری اسلامی در طول این سالیان برای ما ساخته، تنها و تنها از طریق ساختن یک دورنما و حرکت تدریجی به سمتش ممکنه، با همه خطاهای ممکن. ما متعهدیم به نگاه انتقادی به خودمون و به سوژه هایی که پیش چشممون هست. بنابراین مشتاقیم به شنیدن از شما. اگر فکر میکنید یک سوال غلطه، اگر فکر میکنید یک سوال باید اضافه بشه، اگر فکر میکنید یک موضوع، یک پرسشنامه جاش خالیه در آینده، به ما بگید. ما کارگروه تشکیل میدیم از متخصصان و ازشون خواهیم خواست که پرسشنامه هایی رو به منظور درک بهتر جامعه و ساختن اون تصویر برای ما طراحی کنن. خیلی متشکرم، سرتون رو درد آوردم. بنابراین دوره میکنم، بنیاد مردم بنیاد شماست و تنها به واسطه کمک و حمایت شما موفق میشه که اون چیزی که من و شما بهش نیاز داریم رو بسازه. یک دموکراسی، جایی که مردم بر مردم حکومت میکنن. یه سر بزنید به mardomfoundation.org و توی اینستاگرام هم پیدا میکنید، توی توییتر پیدا میکنید و حواستون به پستامون باشه. ما هیچ اطلاعاتی رو از شما جمع نمیکنیم، بنابراین نمیتونیم بهتون ایمیل بزنیم بگیم نظرسنجی بعدی اومد. شما باید شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید که بفهمید چه اتفاقی در جریانه و چه گزارش‌هایی بیرون اومده. براتون آرزوی بهترین‌ها رو دارم. زن، زندگی، آزادی، آخرین چیزی که می‌خوام بگم. مراقب خودتون باشید.